و بنابراین این پیشنهاد مولانا خیلی خوبه و ما هم نگران نباشیم که خب حالا این همه مهمون ما از کجا از مهمون رو بشناسیم چی کی به کیه فرمه های این لحظه مهمون به ما نشون میده مثلا اگر شما از خیابون رد میشین یه کسی حرفی میزنه و می ترسید یا خشمگین میشید در خونه شما از اون جنس مهمان وجود داره اون مهمان خونه شماست که بدش میاد و شما واکنش نشون میدید و شما نگران نباشید که من این مهمان ها را چجوری پیدا کنم هر موقع واکنش نشون میدی یه مهمون داره حرف میزنه همون موقع به اون مهمون بگو که دیگه خداحافظ شما وقتی واکنش نشون میدی بعد واکنش نشین توجیه کن بگو که خب تقصیر اون بوده دیگه از چند نفرم کمک بگیر پشت سر اون آدم حرف بزن اون فایده نداره بلکه بشین به خودت نگاه کن از خودت نهام بشو به خود نگاه کن ببین در خود چه چیزی وجود داره چه مهمانی در درون خونه شما زندگی میکنه و وقتی اون حرف میزنه شما از ترس صابخونگی تو فراموش میکنی و مسئولیت نگهداری و حفاظت خانه رو میاندازی گردن دیگران یا اصلا از زیر مسئولیت در میره یا اصلا نمیدونی که مسئول این کار هستی شما اصلا میدونی که مسئول تمیز نگه داشتن شفاف نگه داشتن پاک نگه داشتن خونه خودت هستی ما بعضیامون نمیدونیم اگه قرار باشه که خونه شما تمیز باشه ای خونه جسمیتون همسایه که نباید تمیز کنه فامیل که نمیاد تمیز کنه شما باید تمیز نگه دارین اگه قرار باشه که در خونه شما روز کاشته بشه روزا رو به شما بکارید کسی دیگه نمیاد بکاره که اگر قرار باشه خونه شما زیبا بشه مسئول شما هستید مسئول نگهداری اون جایی که الان شما زندگی میکنید در درون شما هستید برای اینکه ما اینطوری عادت کردیم که یکی بیاد به ما بگه که ما خونه رو تمیز کنیم ما, ما و از این موقع متوجه این میشیم بلا واسه یاد ما میره دی عادی میشه دیگه اصلا یه دفعه تو خونه ما تو همسایه اومد خورد شیشه شکست وقتی شکست من میخواستم همین موقع زنگ بزنم یه شیشه بر بیاد این شیشه رو عوض کنه اون روز نشد فرداشم نشد دو سه روز گذشت نشد بعد دیگه عادی شد میمادم شیشه شکسته رو میدیدم میرفتم مینشستم یه عین خیالم نبود حتی دو ماه از این تاریخ گذشت یه روز به خودم گفتم من این شیشه رو کسی بتونه میگه درست کنی باید خودت درست کنی باید پاشه یه نفر پیدا کنی بیارن درست کنه. خب از این من خیلی چیزا یاد میگیرم نکنه چیزهای دیگه هم هست که منتظرم کسی بیاد به من بگه من پاشم درست کنم تمیز نگه داشتن خونه ای که در اون زندگی میکنیم منظورم خونه جسمی نیست این درون ماست اینه که شما از خودتون نهام بشید اینه که شما بدونید در خونه شما مهمونهایی زندگی میکنن که اولاً به این که شما از جنس مهمان شدین اونجا رنگر انداختن زندگی می کنند و شما یه دفعه به خودتون می‌آیند که من از جنس اینا نیستم اینا مهمون هستم، من اینجا باید بمونم، اینجا را باید تمیز نگه دارم و این ها هم باید برم، من صابخونه هستم، خونه مال منه توجه بکنید و مسئولیت احترام گذاشتن به مهمون‌ها و رد کردن مهمون های ناخوانده هم با شماست حالا این مهمون در این لحظه ظاهر میشند. این لحظه شما خشمگین میشین این لحظه الان شما میترسید وقتی میترسین یا خشمگین میشین یا هر چیزی دیگه شما میرین به جهان که بیرون از جهان نیستید وقتی بریم به جهان این فونداسیون اساسی رو که جهان رو باید آبادان کنه از دست میدین و در جهان خودتون رو گم میکنید اینو باید بدونیم از این غزل مولانا که ما اگر بریم به جهان نمیتونیم جهان رو آبادان کنیم راه رو نمیتونیم پیدا کنیم برای اینکه اون موقع با جهان هم هویت میشیم. مهمون های میاد خونه من که نمیخوایم اون مهمون رو ولی متوجه نیستیم در باز میکنیم میان تو و بعدم باشون ستیزه میکنیم لنگر میاندازن تو خونه پس یادمون باشه دوباره کیفیت مهمونی که ما دعوت میکنیم یعنی کیفیت چیزی که میخواد یه دقیقه بعد اتفاق بیفته بستگی به درجه حضور ما در این لحظه داره اگر شما حضور کامل دارید لحظه بعد خوب میخواد اتفاق بیفته نیک میخواد اتفاق بیفته خیر میخواد اتفاق بیفته برای شما هیچ چاره ای نداره اگر حضور دارید اگر با چیزی هم هویتین یعنی تو جهان هستید نه کیفیت مهمان شما یعنی اون چیزی که میخواد اتفاق بیفته نیک نخواهد بود اون نظم زندگی رو نخواهد داشت اون قانون زندگی رو که باید بره تو فرم و فرم و سامان بده که برای شما نیک باشه اون رو نخواهد داشت اینو ما میدونیم الان پس وقتی میگه بیا که امروز بیرون از جهانم بیا که امروز من از خود نهانم به شما یک خبری را هم میده که ما لازم نیست که اون اتفاق رو به اصطلاح منتظرش بشیم این اتفاق مهم قبلا افتاده انسان به درجه رسیده فقط کافی مهمونا رو بیرون کنی بیرون از جهانی از خودت نهانی تا از خودت نهان بشی خود نمیتونه انرژی زنده زندگی, زندگی شما رو بمکه برای اینکه داری نگاهش میکنه برای اینکه خود من ذهنی چشم نداره شما رو ببینه انگار یه کسی چشاش بسته است و تاریک برای شما رو نمیتونه پیدا کنه تو اینو تا بزرگ از کجا پیدا کنه چجوری پیدا کنه؟ چشاش نمیبینه نمیتونه به شما لطمه بزنه برای اینکه داری نگاهش میکنین اون شما رو نمیبینه حالا گرفتم دشنه ای و از خود بریدم نه آنه خود نه آنه دیگرانم یه چاقو گرفتم این بند ناف وابستگیمو به جهان بریدم حالا نه مال خودم هستم نه دیگران هستن اینم حرف بزرگی شما به طور قطع یقین بدونید که اگر این بند ناف وابستگی به جهان رو نبرید یعنی اگر اون انرژی مادی به قول من ذهنی که فکر میکنه زندگیه ولی زندگی نیست وقتی از چیزهای تعلق داشتنی از فرمه ها میخوای زندگی بکشی این بند ناف رو نبری نگی که من نمیخوام این چیزی که از اینا میاد معنیش این نیست که اینا رو نداشته باشی ولی از اونا زندگی نخواهی تا به اونجا نرسی روی شادی رو نمیتونی ببینیم